محمود معلمی جانشین اسبق اداری کل سیاسی سپاه پاسداران نسبت به جام زهرهای بعدی اظهار نگرانی کرد و گفت ترامپ مطرح می کند که کنگره آمریکا به برجام تبصره بزند و این به معنی آن است که قدرت موشکی و مسائل منطقه هم باید داخل برجام بیاید اما ما معتقدیم که اینها نقشه و کلک است و به دنبال شروع کردن برجام دو هستند وی که با خبرگزاری سپاه پاسداران مصاحبه می‌کرد افسود اگر همین مقاومت نکنیم طبعا باید تا هفتمین برجام هم عقب برویم که هفتمین برجام اینطور که مشخص است تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی است یک روزامه باند خامنه‌ای نیز نوشت ترویکای اروپایی همچنان به تلاش خود برای اعمال تحریم‌های موشکی و منطقه‌ای علیه نظام ادامه می‌دهد و در صدد است به هر نحو ممکن تحریم های پیشنهادی خود را تا کمتر از دو هفته دیگر به تصویب دیگر بازیگران اروپایی برساند این روزامه حکومتی افسود ته، ترویکای اروپایی از تحریم نظام به عنوان آخرین تیر در تاریکی برای بقای برجام یاد می کند آن که جان بولتون مشاور امنیت ملی جدید ایالات متحده ای آمریکا در یکی از تازه مواضع خود در قبال برجام تاکید کرده فکر نمی کنم امیدی نسبت به اصلاح برجام توسط اروپا وجود داشته باشد در همین حال یک عضو مجلس رژیم از باند خامنی به نام فلاحت پیشه با نگرانی گفت معتقدم که نباید وارد سیاست انتحاری شویم که ما را در مقابل دنیا قرار دهد شکل دهی مذاکرات جدی امنیتی با اتحادیه اروپایی برای بهانه زدایی از اینکه نظام تهدید اروپاست ضروری است به همچنین خواهان همکاری گسترده در سطح دو جانبه با کشورهای مختلف دنیا به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه شد روزنامه ایران متعلق به دولت آخوند روحانی درباره شکست سیاست های رژیم در منطقه و بینتیجه بودن اجلاس سهجانبه ترکیه درباره سوریه نوشت اجلاس دوم سران نظام ایران ترکیه و روسیه در آنکارا پایان یافت اما بحران سوریه پایان نیافته و احتمال تبدیل آن به دامی بزرگتر از جغرافیای سوریه وجود دارد روزنامه دولتی ایران افزود بحران سوریه نه تنها ظرفیتهای زیادی از منطقه را تخلیه نموده و حاشیه امن برای اسرائیل ایجاد کرده بلکه شرایط عادی شدن روابط منطقه با تلاویو و نشانه گرفتن ایران را فراهم نموده است. در رابطه با بحران درونی رژیم بر سر تحولات منطقه روزنامه حکومتی جمهوری نیز روز 15 فروردین تصریح کرده بود که نتیجه هزینه ده میلیارد دلار از سوی جمهوری اسلامی در کشور لبنان به جایی نرسیده ولی هنوز مسئولان حاضر نیستند بازنگری اساسی درباره سیاست های اعمال شده خود و میزان بازدهی هزینه های مادی و معنوی هنگفت پرداخت شده انجام دهند.